کشورها و انقلابهایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد. انقلابهایی که در دنیا تا کنون اتفاق افتاده است قدرت را از دست یک قدرتمند، یک جابر، به دست یک جابر دیگری که یا مثل این یا بالاتر از این است منتقل کردم. این انقلاب شوروی، اون انقلاب فرانسه، مطالعه کنم اشخاص ببینم که قبل از این انقلاب ها چه بوده است و حالا چی هست و به حال ملت ها یک اثری حاصل شده است. شما خیال میکنید در انقلاب های دیگر آزادی میدن؟ آزادی به مردم نمیدادن. بعد از انقلاب تمام مطبوعات را جلوشو میگرفتن، تمام مجالس را جلوشو میگرفتن، تمام دستجات را جلوشو میگرفتن، همه را به طور اختناق جلوشون میگرفتن به اسم اینکه انقلاب و در انقلاب باید این چیزا باشه. تمام انقلاباتی که واقع شده است یک وابستگی به شرق و غرب داشته است، لکن انقلاب ایران انقلاب غیر وابسته است، یک انقلاب دولتی نیست، یک انقلاب ارتشی نیست، یک انقلاب حزبی نیست، یک انقلاب ملی است لکن بر اساس اسلام. در دوران قبل از ما هم انقلاب‌های بزرگ دنیا در مقابل این حوادث گوناگون هیچ کدوم طاقت نیاوردن، یعنی از همون اول منحرف شدن. ارزیابی کنید ببینید حرکت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به اون هدف‌ها چجور بوده. این نخستین انقلاب بزرگ تاریخ انقلاب‌های دنیاست در طول قرن‌های اخیر که توانسته خط مستقیم خود را و جهت‌گیری خود را در یک چنین مدت ممتد و طولانی حفظ کنه. این سابقه نداره. من نمی‌خوام بگم که ما نقیصه نداریم، الا ماشاءالله نقیصه داریم، لیکن مدعی این هستیم که یک نسیم روحانی از جانب خدای تبارک و تعالی به این کشور وزیده است، یک بارقه الهی به این کشور تابیده است.